درود بر همیانان ارجمند و هماندیشان گرامی، همراه با شهرام آریان دوست ارجمندم. امروز نشست 36 از سلسله گفتارهای نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر ایران رو پی میگیریم که از آغاز صفویه آمده بود و رسید به سالهای پس از انقلاب. امروز کوششمون این است که نگاهی بکنیم به آن چیزی که به نام به اصطلاح جنبش اصلاحات معروف شد، یا بخوام دقیق‌تر بگیم پروژه اصلاحات چی بود، چرا برآمد و چرا ناکام شد و چرا اصولا محکوم به ناکامی بود. و برای دوستانی که بر 35 برنامه پیشین رو دیدن، که خب به هر حال پی گرفتن اوناست با اندک تاخیر به خاطر بیماری و سفر و اینها که گرفتار بودیم، ولی برای کسانی که ندیدن پیشنهاد میکنیم که برنامه یکی از آغاز صفوی آمده، چون نگاهی است 500 ساله به آنچه که بر ما گذشته و چرا گذشته. فکر میکنم خالی از لطف نباشه، میتونن این برنامه رو که به صورت یه پلیلیست با هم ترکیب شده رو ببینن. و این برنامه 36 و شاید ما یه برنامه دیگه هم داشته باشیم 37 و بعد کلا جستار به پایان برسه و بریم سراغ موضوعات بنیادی فرهنگی و تاریخی. خب رشته سخن رو به شهرام میسپارم که در مورد پروژه اصلاحات، چیزی که تقریبا 20 سال کشور رو تحت تاثیر قرار داد از حدود 1376 خورشیدی تا 4-5 سال پیش، سخنی بود که مرتب عنوان میشد و 4-5 سالی که در حقیقت در افق سیاسی ایران مردم طرح و شعارهای کاملا ساختار شکنانه و بیرون از رژیم رو دادن و گفتمان سیاسی تظاهرات و اعتراضات مردم از حیطه جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلبش و چه اصولگراش، خارج شده و به حیطه پس زدن همه حکومت و حتی در نزد برخی گسترده تر از اون، پس گرفتن ایران پس از 1400 سال رسیده، که نشون میده کلن یک تغییر دنده ای ما در افکار و روحیات بخش بزرگ از مردم ایران امروز داریم میبینیم. به هر حال شهرام جان، درود بر تو، رشته سخنم بهت میسپارم و گوش میکنیم. بفرمایید. درود شهرام جان، درود بر بینندگان. بله، پس از اینکه اون گروه یا لایه نازکی که در ایران میشه نامش نو لایه ایران سازان، ایرانگرا و مدرنگرا نامید، که از پایان جنبش مشروطه و بعد پیروزی مشروطه و بعد به ویژه با بر سر کار اومدن رضا شاه، اینها کشور رو روی قلتک 60 ساله، یا اگه فقط پهلویش رو بگیریم 50 ساله نوسازی و دست و پنجه نرم کردن با جهان فرنگ و تماس و کوشش که خود رو برسونه به این پیش آهنگان پیشرفت در این 500 سال پسین، که پسر عموهای فرهنگی نژادی خودمونم بودند و چنانکه گفتیم فقط میان تاریخ متوقف نشده بودند به وسیله پدیده‌ای مثل اسلام. پس از اینکه اون لایه از جامعه ایران کوشش کرده بود که دوباره خودشو برسونه و هماهنگ با فرنگی ها پیش آهنگ بشه در جهان، و یک فشار اجتماعی بزرگ پدید آورد در داخل خود ایران که خودتونو برسونید به این زندگی نوین برسونید، و این یک واکنش بسیار سترگی برانگیخت در لایه های اسلامی کشور، که من گفتم ما 15% تا 20% آدمخوار و جانی و یعنی مسلمانای اساسی داشتیم و یه سی حدود 70-75% هم چلو خورشتی آدم کسایی بودن که نمی‌دونن چی میخوان تو زندگی، و کمتر از 10% ما اون ایران سازا رو داشتیم. این واکنش تو اون 20% پدید اومد، میشه گفت از رضا شاه به این سوی، از خرداد 42 فقط دیگه شدیدتر شد در 10 سال یا 8 سال پایانی پهلوی، دیگه به آسمان هفتم. و بعد یه فرصتی اینجا پاداد، حالا یه مجموعه بود از این که نام کارتر اومده سر کار، شاه بیمار شده،
و روی هم رفته نیروهای چپی هم که خودشون هم برآمده از خانواده‌های اسلامی بودند و نه میانه‌ای داشتن با جهان یه چیزایی، اما اونم نه اگر کسی از من میپرسه، و از پهلوی و پادشاهی مدرن اونام که خوششون نمی اومد، اونا همون فقط برآمده از همون مکتبی های اسلامی بودن که فقط یه مکتب با یه مکتب تاخت. توی این دیگه که زیر این همه فشار افتاده بود، اون انفجار انقلاب رخ داد و بعد این نیروهای اسلامی به همون گونه که دوست داشتن خب اومدن سر کار و نوید هم داده بودن که اگه بیایم سر کار ما هر آنچه رو که تو این زمان برساخته شده ما یه جوری دگرگونش میکنیم، یه در حقیقت هر آنچه رو که رشته شده دوباره پنبه میکنیم. و این فرایند هم آغاز شد و در اون آغاز اون 20% از مسلمانای بنیادمند، اون بخش جانی، اونا که بسیار با خوشحالی واقعا فوران کننده همراهی میکردن اون اعدام ها و اون زندان ها و اون تجاوز ها و اون بکش ها و بگیر و مصادره، یعنی همون ایدال های صدر اسلام از خود مدینه دوباره انجام شد با خوشحالی و شادی و شور بسیار. و اون 70% چلو کبابی هم یه خود نیمه شک و نیمه همراه بودن، این گرایش های اسلامی گاهی تو شکمشون بود، میگفتن بالاخره وقتی آقا میگه یه خورده ببینیم چی میگه، از طرف دیگه هم ولی میدیدن که هر روز داره زندگیشون بدتر و بدتر میشه. این در جنگ خب یک نمودی ویژه هم دوباره از خودش رو یافت و اینی که نخستی ناخرسندی ها هم خوشون نشون میداد، مثلا یکی از برنمایندگانش چیز بود، مثلا خود آقای بنی صدر بود که خودش هم یه آدم بسیار روانپریش و آشفته‌ای بود، اما چون کوشش میکرد از اون صدر اسلامی ها یه خورده فاصله بگیره، اون تنش ها رو هویدا میکرد در درون خودشون که همون اسلامیون هم میدیدن که وقتی این اسلام صدر اسلامش رو میخواد پیاده بکنی چه پیامدهایی از خودش نشون میده، ولی اون زمان تونستن اون صدر اسلامی ها اینو مهار کنن. به داستان ادامه پیدا کرد. در دوران رفسنجانی، خود رفسنجانی که یه آدم دلال مانندی بود، یه شخصیت شگفت‌آوری داشت، هم از یک سوی دلال خوی بود، هم از یک سوی آدم کش بود. من نامش رو بعدن گذاشته بودن میان رو یا از این حرفا، ولی در حقیقت یه مسلمون دلال آدم کش بود. تمام آدم کش فقط یعنی راسخ مثلا آقای لاجوردی نبود، دلال آدم کش بود. رفسنجانی یه رگی داشت برای اینکه از نظر دلالی حالا ببینیم نبض جامعه چه خبره، که فشار داره علیه این پروژه اسلامی داره تو جامعه بیشتر میشه. و تو اون حالت دلالی روحی که داشت به خودش میگفتش که خب حالا یه مقدارم ما یه چیزی هم بونیکی ها بدیم که خب ناخرسندن، و اینجوری کوشش میکرد رو همه موجا همزمان سواری کنه. برای همینم هم در دستگاه مثلا کاری خودش حتی به کسایی مثل خاتمی هم میدان میداد که اونا هم یه سهمی هم اونا بخورن. دقیقا به سیستم کت خدامنشی اینا کوشش میکرد سر تر داستان هم بیاره. و اون نیروهایی که در توهم چیزی مثل اسلام پیشرفته یا اسلام به قول خودشون رحمانی یا هرچی که نامشون میذارن، حالا رحمان هم پیشرفته کاری نداره، ولی یه متوهم که بودن که مثلا خاتم یکی از سردمداراشون بود، اونا یه نفسی پیدا کردن، یه پیش سازماندهی انجام دادن. بعد وقتی که دولت خودشو به دردسرهای گوناگون انداخته بود، من جمله در جریان میکنوس و دیگر، و بعد اون ناخرسندی بزرگی که همون 70% چلو کبابی رو در بر گرفته بود که خسته شده بودن از اینکه پس از پایان پهلوی دوم دیگه همش داره زندگی روز به روز زهرمار میشه، توی آمیزه از حالا یه خورده آزمایش کنیم، یه خورده سوپاپو باز کنیم، حالا ببینیم چی میشه، یه فضای داده شد که اصلاح طلبا بیان و یه مقدار فشار جامعه رو کم کنن، یه مقدار به سوی کشورهای فرنگی برون سازی هایی بکنن، استتار هایی بکنن. و بعد خودشون هم کنجکاو بودن، خود اون گروه های صدر اسلامی یا اونا، که ببینیم تا کجا میشه این آزمایش رو برد و از کجا شروع میکنیم مشکل ایجاد کردن، آیا میشه این پروژه را اصلا ادامه داد، هم یه خورده به بیرون رنگش رو قشنگ کنیم ولی در درون سرشتش رو نگه داریم و اینجوری شاید مثلا پابرجاترش بکنیم، مردم هم یه خورده فشارشون کمتر بشه.
اما چیزی که آشکار شد همون چیزی بود که در سده های نخستین اسلامی هم با معتزله و اخوان الصفا اینا هم رخ داده بود. وقتی شما آغاز میکنی اون فشار اسلامی رو یه خورده کم کردن، یه خورده سر اندیشه رو باز کردن، آنن اسلام آغاز میکنه به فرو ریختن، چون پاسخهای فلسفی نداره و پاسخهای تولیدی نداره. یعنی نه اهل تولیده، نه اهل بالا بردن بهزیستیه، نه اهل پاسخ به پرسش های ژرف فلسفیه، بلکه پاسخ های آغازین و بدبین برای همه چی داره و بعد اون بخش کمهوش جامعه رو سازماندهی میکنه و وقتی هم کسی زیادی پرسید اینا نگران میشن که چرا پرسش ها رو نمیتونن پاسخ بدن، مجبورن بزنن بکشن الاخر. این اصلا اون مدینه اینجوری آغاز شد. این فروریزی که در اسلام رخ میده که اون زمان با معتزله هزار سال پیش رخ داده بود، وقتی اون زمان هم در دوران عباسی یه خورده گشایش های انجام شد به وسیله ایرانی های نو مسلمون که از آیین زرتشت گرویده بودن، اینجا هم با اصلاح طلب ها همین که سرآغاز برخی پرسش ها و برخی گشایش ها نهاده شد، فروریزی اسلام آغاز شد توی دستگاه فرمان رواییش، دستگاه کارکردیش، دستگاه اندیشگیش. و اون مسلمانای اساسی اونا اینو مشاهده میکردن، درست مثل همون مسلمانای اساسی هزار سال پیش زمان غزالی، و اینو همون واکنش رو نشون دادن که غزالی نشون داد، گفتن دوباره اینا رو باید از میدان بیرون کرد و برگردیم به همون حالت سیمان، تمام سیمان کاری قبضالا سیستم ما اینجوریه که کمی گشایش که توش میاری همه چی فرو میرزه نابود میشه، کارش نمیشه کرد دیگه، باید همینجوری نگهش داریم. و اینا در حقیقت خاتمی رو بدن به سادگی یا به پس کردنی هر چی میشه گفت تهدید از میدان بیرون کردن و بعد روزگار دوباره بسته تر شد. حالا اون دوران بستن یا بندش که دوباره گذشت، در پایان دوباره فشارها چنان برافزوده شده بود که خواستن یه خورده باز کنند، ولی این بار دیگه فقط حتی استتار همون باز کردن هم بود که همین دوران روحانی بود که اومد و رفت. یعنی این بستنها و گشودنها همش به طرف بیشتر بستن و نهایی بسته تر شدن هم داره میره، چون به همون گونه است که هزار سال پیش هم این انجام شد، وقتی که با گشایش نخستین زمان مأمون و بعد برآمدن سترگ معتزلی ها، بعد دوباره بسته شدن و دوباره گشوده شدن، بسته همین فرایند اون زمان هم داشت، این بار فقط باز تولید شد، باز حالت فشرده زمانی باز تولید شد. رو به داستان اینه که اگر بخوام برایندی برایندی از آنچه که تا کنون گفتی بنابراین دو سه نکته مهمش رو اشاره کنم، چکیدش این بود که هم به خاطر وضعیتی که پس از میکونوس علیه جمهوری اسلامی ایجاد شد در افکار بین‌المللی و مجامع بین‌المللی به خاطر ترورهای خارج از کشور، حالا چه علیه ایرانیان چه علیه غربی ها، و هم به خاطر نارضایتی اون 70-75 درصد میانه جمعیت که معمولا خیلی اراده راسخی در مورد خاصی ندارن، ولی خب وقتی سطح زندگیشون افت میکنه چه از نظر اقتصادی چه به ویژه از نظر آزادی های فردی، صداشون در میاد و از نابسامانی و اوضاع به اصطلاح شاکی میشن. آنچه که رخ داد، میگویی رفسنجانی با دیدی که داشت به عنوان یه دلالی که آمد یه مشکلی رو حل بکنه تا اینکه این مشکل تبدیل به یک بحران برای حکومت نشه، پروژه‌ای رو کلید زدن که مقداری اجازه تنفس بدن، یه مقداری درون خودشون نیروهایی رو در اون ور جناح قرار بدن، خودشون یه مقدار در این ور و خودشون در حقیقت یه اپوزیسیون درونی بسازن که با مطرح کردن محدود برخی از خواستهای ملت عملا باعث بشه که حکومت از بیرون ضربه پذیر نباشه. این تالا چکیده بود از آنچه که گفتی. و جالب شرم در تایید سخنت، هنگامی که برخی مسئله اصلاحات رو جدی گرفتن، نه در رده‌های بالا، در رده‌های پایین، مردم معمولی، کسایی که دستی به قلم داشتن اینجا اونجا، حالا استاد دانشگاهی بودن، روزنامه نگاری بودن، شروع کردن پس از چندی حملات به رفسنجانی و به دوره او و به دوره سیاه او و آدمکشی‌ها و قتل‌های زنجیره‌ای و فساد گسترده، اون هنگام دو سه نفری که یه مقدار بیشتر از مسائل آگاه بودن گفتن این پدر اصلاحاته، شما نمیتونه پدر اصلاحات مورد حمله قرار بدی. یعنی کاملا اعتراف کردن که این پروژه از
اتاق فکر یک رفسنجانی رو انداخته بیرون اومده و نمیتونه بره خودش رو بخواد گاز بگیره و بلافاصله به اصطلاح قدیمی ها فتیله رو پایین کشیدن و نذاشتن کار گسترش پیدا کنه. افسون بر این که در وجود در به اصطلاح بخش اصلاحاتی های حکومت شرام یک ابزرویشن یک مشاهده است که من دارم با تو در میان میذارم این است که آدم های چپ اسلامی مثل میرحسین موسوی و موسوی خوینیا که سفارت امریکا رو بگیری درش بود، سفارت امریکا رو گرفت درش بود، تا آدم های مشخصا بدنامی مثل موسوی تبریزی و خلخالی و هادی قفاری، یعنی اون کسایی که در کمپ اصلاحات قرار گرفتن یا کسایی بودن که خودشون تو اون آسیب های از 57 تا 76 بیشتری نقش رو داشتن، یا اینکه اصولا آدم های بدنام و آدم کش و بسیار نیمه دیوانه ای بودن و اونهایی که اندکی ملایم تر بودن و حالا یه مقداری باز تحملشون شاید آسان تر بود کسانی بود که نوک حمله متوجهشون شد که شما وضعیت رو به اینجا رسودی، ما میخوایم برگردیم به آرمان های امام راحل. ادامه بده شرح. ببینشان جان اون مشکل فقط مثلا آقای قفاری یا اینو نبود. ببین روی هم رفته مسلمان یک موجود در درون خودش آشفته و متناقضه، ناسازگاره. برای اینکه که سمون زمان مدینه این آغاز شد، مگه اینطور نبود که پیامبر اسلام رفته بود لاتولوتا رو جمع کرده بود، اوس و خزرج و اینا رو، بعد میگفت این لاتولوت بازی آدم کشید که شما انجام میدید، من میخوام یه جوری از فردا مشروعش کنم که اینا رو در راه ما انجام بدید که اینا. خب شما وقتی بیدید چاوکش جمع میکنی میگه از این بعد آدم کشی و تجاوز جنسی مشروعه، خب این سرآغاز چی میخواد باشه؟ یعنی شما کار دائم جنایته ولی میخواد از طرف دیگه هم به خودت تلقین کنی که خیلی این کارا خوبه. خب مگه اصلا همچین چیزی فلسفی میسره؟ وقتی تو بنیاد رو یه بار اینجوری گذاشتی تا پایان تا روز رستاخیز دیگه مسئله اصلی اون داستان فقط تناقضای درونی خواهد بود. یعنی یه مش لاتولوتو هی باید جمع کنی، جمع هم میکنی، یعنی اسم اسلام اونا رو پیدا میکنی جمع میکنی، یا لاتولوتا رو کمهوشا رو، یا اگه یه خورده هوشی دارن مشلات دیگه روحی دارن که مثلا خامنه‌ای مثلا از اون گروه اون کمهوش نیست، مشلات ترسای درونی بدبختی های دیگه دارن، اون کلن غیر عادی ها رو جمع میکنی با گرایش به کمهوش و سادیست و اینا. خب تو وقتی اینا پرسونلتن و اینا هم دائما دنبال کارهای دزدی و مافیایی و غارت و مصادره و اینا هستن، بعد ولی از طرف دیگه میخوای به اینا احساس مصنوعی مثلا وقار بدی که ما داریم میکشیم ولی خیلی هم با وقاریم، اینا داریم میدزدیم ولی خیلی هم با شرفیم، دائم و تناقضهای بی انتهاست. بنابراین یه موجودات مثلا خلوچیل روانی مثل قفاری یا دیگران اینا میان انقلاب میکنن، چون مثلا قبل از انقلاب فقط میبینن اون فرایند رو به پیشرفت پهلوی که او هست اینا رو داره خفه میکنه، اینا دیگه طاقت نمیارن، نمیدونم دیگه نمیتونن اون حالت اسلامی رو پیاده کنن، بعد یه خورده دست و پاشون رو جمع و جور کنن، یه خورده مفید بشن تو زندگی، یه کار مفیدی هم بالاخره انجام بدن، واسه همین حمله میکنن، پاسبان رو بکشن، بانک آتیش بزنن، سینما رو جوجه کباب کنن، تا انقلاب بشه. بسیار، بعد که انقلاب شد و یه چند سالی گذشت و اینا گمان کردن که الان مثلا به یه جور اشرافیت اسلامی رسیدن، مثلا مثل اون سرداران روزگار صدر اسلام، بعد یه میبینن که کشور در یک منجلا و در باطلاق نابودی فرو رفت، بعد از طرف دیگه میگن که خب دلیلش چی میتونه باشه؟ فقط این میتونه باشه که ظاهرا ما اسلام هنوز درست پیاده نمی کنیم، حالا باید بگردیم راهش رو پیدا کنیم، و شروع میکنن بدن عناصری رو داخل این سیستم کردن که اصلا در داخل اون سیستم اصلا جاشون نیست. بعد از یه مدت که بیشتر آغشته میکنن و اون سیستم یه خورده گشوده میشه و یه خورده آرامتر میشه، شروع به فرو ریختن میکنه، چون گفتیم ساختارش اینجوریه که به مجردی که آزادی انسانی یا فلسفی یا تولیدی رو میخوای بیاری توش فرو میریزه، نابود میشه، بعد دوباره میخوان منجمدش کنن، بعد اون وسط دوباره آدم کشی میشه، دوباره زور گفتن میشه، بعد دوباره باید بری اون آدم کشای قبلی چون یه خورده آرام‌تر شدن، بعد بری آدم‌کشای نو دست نخورده بیاری، بعد دوباره تناقض پیدا می‌کنن با آدم‌کشای لایه قبلی که یه خورده مدرن‌تر شدن، و این داستان همیشه درست همون چیزی که در مدینه کلیدش خورد و تا صده 6 7 هجری ادامه پیدا کرد تا دیگه یک باطلاق بی‌پایانی توش اومد بیرون و ایران درش نابود شد رفت، اونم توالت فشرده و کوتاه داره هی باز تولید میشه پس از انقلاب.
بنابراین این آدم کشای ساعت اول بعد از چند سال که میگذره یهو یه خورده به خودشون به شک میفتن، شیک میشن، بعد میخوان یه گشایشای بکنن، این در تناقض با درون خودشون، بعد رفته میشه آدم کشای دست نخورده دوباره اوریجینال آورده میشه که اونا دیگه هنوز سوپر خرن، دون حالت اولین اونا تازه با یک تناقض دارن، بعد دوباره اینا مگه رام شدن میرن گروه سوم داره از این خرتر رو میارن. این کانسپت اینه، یعنی اینکه اولا خود مسلمون توی آشوب دائم درونی زندگی میکنه چون چیزایی که میخواد به اون کتابه که از اول تو مدینه طراحی شده اصلا سازگار نیست، اصلا چیزا پیشرفت بهزیستی اصلا تو نیست، از روی جنون حمله میکنه بگیره، اگه تونست بگیره بعد از یه مدت خودش شیک میشه، بعد میخواد یه خورده نرم بشه، میبینه نمیشه، به تناقض با خودش میفته، بعد آدمکشای نو میان که هنوز سازگارن با اون کتاب اصلیه. اینه که بگم مکانیزم جنبندی شدهش، این نمیتونه پایان پیدا کنه، این باطلاق موظفه که تا روز رستاخیز ادامه پیدا کنه تا موقعی که باطلاق رو بخوش کنی، نه اینکه کوشش کنی که رفرمش کنی. خب حالا ما بریم سراغ این که این اصلاح طلب ما اومدن و همون مسخره بازی که تو صدای اول اسلام مثلا در دوران عباسی هم انجام شد، مثلا یه خورده گشایش کنیم، یه خورده دانش بیاریم از این حرفا، که بعد منجر شد به امام غزالی و بعد سلجوقیه که از اولش هم بدتر شد همه چی، این هم دوباره این بار داره انجام میشه، اومدن یه خورده ادای گشایش رو در بیارن، بعد درگیری شد، یه سری دانشجو کشتن، نمیدونم یه سری افراد دیگر کشتن، اواخر دو سالهای اخیر دو سه بار زدن چند هزار نفر رو کشتن، و دوباره کوشش شد که بستش بکنن. این دستاورد اصلاح طلب بوده. فقط من این نکته اینجا بگم که همه اینا رو گفتم که فقط به یه جای برسونم که یه انتقاد خیلی بزرگ بکنم از اونایی که جانی نیستن، چون مسلمان هایی که اصلا میتونی به خدا بسپاری، اصلا که دیوانه است، اصلا کارش نمیبرش کرد، ولی اونایی که از پیش از انقلاب همون 10% ایران شهری های مثلا به اصطلاح سازنده تر بودن، اونا من یه انتقاد وحشتناک بزرگ ازشون دارم که اولا چرا کشور از دست دادن و چرا الانم که الان ما مواجه هستیم با یه پدیده باور نکردنی. این پدیده باور نکردنی اول بگم بعد همه رو دوباره جنبندی کنم با اون شکست انقلاب تا اونی که الان هست. پدیده باور نکردنی اینه که اون مسلمانای جاهل و از قفس گریخته که در انقلاب کارشون رو نشون دادن و بعد اومدن یه خورده شیک بشن، بعد دوباره خودشون دریدن، دوباره یه سری افراد کشتن، حالا دوباره دولتن بستش میکنن، ممکنه فردا خود دوباره بازش کنن، و همون روانی که از تیمارستان گریخته که اصلاح طلبام از اونها برآمدن، یعنی اصلاح طلبایی که ما الان داریم از اونها برآمدن. همون شماش روانی چند تا نام آورده بودیم قدیم، حالا دوباره تکرار نمیکنم، لازم نیست. نکته بسیار خنده اینه که همه روانی اصلاح طلبه رو میریم باش صحبت میکنی، میبینی دلدادگیش به این پروژه روانی خودش بیشتره تا اون کسایی که ادعا میکردن که ما میخوایم ایران رو بسازیم. یعنی این کس ممکنه بگه مطمئنی؟ بله. شما برید در کلاب هاوس الان نگاه کنید که این اصلاح طلب ها میان، حالا با همون حماقت ها، همون کانسپت های اشتباه فلسفی، همش تناقض، همش مسخره، ولی میبینی با چه یارو اعتماد به نفس کاذبی یا حتی دلدادیدگی، دیدیکیشنی، دلنهادگی میخواد این مسخره بازی ها و این جنون رو ادامه بده. یعنی ما در کشورمون 14 قرن اینجور شده که فقط جانیا و دیوانه ها دیگه دلنهاده هستن، دیدیکیتد هستن به کار، ارادت دارن به کار که میخوان یه کاری جلو ببرن. حالا اگه یه خورده کنار این جنونشون عقلم داشته یه کاری میشد کرد، چون ندارن همش دیگه همش تو این دایره میچرخه. دلیل اصلی که اون کشور اصلا از دست رفت و هنوزم کار دست همین روانی هاست تو کلاب هاست این برانور اینه که اونای دیگه که قرار بود ایران شهری باشن، سازنده باشن، حالا چه تو مشروطه خوشونشون دادن، چه تو دوران دوتا پهلوی، مالی گروهشون هم میتونستن اصلا هوادار روانشاد مصدق باشن، یه گروهشون میتونستن مخالف با او باشن، ولی اونایی که ایران شهری بودن و میخواستن یک کاری بکنن، اینا از دیدگاه گفتمانی هیچگاه منسجم نشدن. یعنی گفتمانشون به یک درجه کمر راست نکرد که بگه تو مسلمون دیوونه ها رو من اصلا از بنیاد زیر سوال میبرم.
تصور مال اینجا نیستی، مثلا مهمون ناخوانده ای از داخل بیابونا اومدی، همش هم که با آدم کشی و اینا، میبینی که سیستم تم اصلا سازمان نداره، از اون کتابت گرفتی، این احادیثت، روشت، کارت، تا هم کهش باطلق آدم کشی و مافیا بوده. من با تو به عنوان پدیده از بنیاد مشکل دارم. حالا درشت از اینم نیازی نیست بگی، بگی من با تو مشکل دارم، اصلا تو رو قبول ندارم، تو خیلی شوتی و خائنی. چون یه چیزو فراموش نکنیم ها، همین مسلمانامون هستن چه از مدل بیت رهبری که ما اسمش رو میذاریم همون صدر اسلامی ها یا هرچی، یا این یکی متوهم اصلاح طلب ها، اینا هر جفتشون در خیانت به ایران رو بیدید تست کنید توی آزمایش فکری به قول ما فیزیک دانا، تو آزمایش اندیشگی. اینا رو اگه با ماشین زمان برگردونی به مثلا صدر زمان حمله اسلام به ایران، مثلا زمان قادسی و نهاوند، حالا اون بیت رهبری که اصلا روانی هم بیشد، حتی این اصلاح طلب هم میدیدی میره با مسلمونه همکاری میکنه که همیان خوش بکشن. اصلاح طلب ها هستن اونه که خیلی مدرنن، اصلا فلسفی هم میاندارن کار میکنن و میخوان مدرن و دموکرات، میره با عربه همکاری میکنه. تو جنون مشترک همه اینا رو از بیت گرفته تا اصلاح طلب های کلاب هاوسی در این درجه خیانتش میبینی. یکی کسی ممکنه که تو از کجا میدونی؟ این آزمایش اندیشگیه. بله درست، گواهی براش نداره، ولی من از صحبت‌های بسیار با این افراد میدونم که درن روحشون این، یعنی هنوز یارو خودش ایرانی نمیدونه، هنوز همون مسلمونه میدونه، همون ایدولوژی بیگانه. فقط میگم نکته افسوس‌انگیز یا تنسی خشم برانگیز یا هرچی اینه که این جانیا از اون طرف و مدل نیمه متوهم دیوانشون از این طرف، اینا انگیزه شون از اون ایران شهری ها 10 برابر بالاتره. یارو بعد از اینکه کشور رو مالونده و ساییده و همه چی رو به صفر رسونده و به آستانه تجزیه و گسلش کشونده، هنوز اون اصلاح طلب چیه میبینید توی کلاب هاوس که میشینه زبونش خیلی درازتره و کلی انگیزه داره، تازه میخواد کلی طلبکاره، تازه تئوری میخواد بیاره بسازه بگیره بستونه بره. این یک گناه بسیار بزرگی که تو اون یکی طرف هست که گفتمانش تا حالا راسخ نبوده. زمان پهلوی دوم به ویژه، حالا پهلوی اول خیلی درگیر بود، اصلا فرصت این کارام نبود، در زمان پهلوی دوم این مطلب رو اصلا درست بررسی و پژوهش نکردن که این گفتمان نوعی که ما می‌خوایم بسازیم برای کشورمون که از یک سو با جهان مدرن سازگاره و از یک سو تو ایران کلاسیک پا داره، این چه مرز برهمکنشی یا اینتراکشنی با این دین این بیابونی ها داره که اومده کشور 14 قرن اینفیلتریت کرده در نور دیده. اینا هیچ وقت روشن نکردن هیچی، با بعدن بنیاد نهادن چیزای فاجعه واری مثل اون انجمن فلسفی شاهنشاهی و بعد آدمای همون متوهم نیمه خولی مثل نصر اینا توشون، نشون داد که اصلا حساس نیستن به این پرسش، یعنی برای خودش وقت روشن نکردن. و حالا همینا رو بذاریم کنار، اون اشتباه اونم به کنار، خب همش دولت که همش همه کاری نیستش که، روشن فکرم داره دیگه، اون کشور ناسلامتی آدم هم از آدم مستقل داره دیگه. چیزی که من مشاهده میکنم و این غیر قابل تحمله اینه که مسلمونای جانی بگیم دیگه خیلی آتیشش داغه، بسیار خب صدر اسلامی توی بیت رهبری، حتی اون اصلاح طلب چیه که قرار کتاب خونده باشه و خودش فهمیده باشه چه افتضاحی زده تو این 40 سال، هنوز انگیزه ایدولوژیکش بیشتره از اون اینا که میگن ما میخواییم برای ایران یک کاری بکنیم. این نبود گفتمان یا سستی گفتمان بزرگترین فاجعه بود از مشروطه تا الان. ما هیچ وقت یه گفتمان کمر راستی نداشتیم، این نه فقط جلو این مهاجمای بیابون رو باید فکرشون رو خورد کنه و بگیره، این گفتمان مگه قرار نبود که ایران یک کشور درجه یکی که صنعتی تو غرب آسیا بشه از این تخیلاتی که پهلوی دوم داشت؟ خب ما کدوم گفتمان میخواست این کار رو بکنه؟ رو چی؟ رو تشیع مدل نیمه اسلامی میخواست تکیه کنه. حالا اون اگه آدم عاقلی بود میگفتش که اوکی یه چیزی بوده وسط رو ما زمان صفویه به کار بردیم که کشور رو دوباره بازسازی کنیم، ما که بخیل نیستیم که، خیلی هم اون زمان خیلی هم خوب کار کردیم، مشاهده های فرنگی هم گفتن که واقعا قوام داده به کشور، زدیم چک و چونه این از یک طرف عثمانیان از یک طرف ازبکا رو در هم شکستیم، کشور پس گرفتیم بعد از 800 سال. بسیار خوب اوکی، ولی الان تو نیمه دوم قرن 20 گفتمان ما چیه؟ این نبود گفتمان رو که ما فاجعه همه
فجایع بدن رو این برآمد تا به امروز، تا کرختی خود اپوزیسیون که کاری نمیکنه. این رو من توی نشست پسینمون اون موقع خواهمش گفت که مسئله اون نشست پسین خواهد بود که از صفویه تا به امروز ما یا گفتمان نداشتیم یا گفتمان اولیه که داشتیم که نیمه منحرف بود، ولی اون زمان چاره ای نبود زمان صفویه، و بعدش اینو هیچ وقت تعمیرش نکردیم، درستش نکردیم، بسامانش نکردیم و قوی نیست. من عرض کردم نمود من برای این سخن اینه که این اصلاح طلبچیایی که دستاوردشون یک فاجعه و افتضاح باور نکردنی بود، اینا باید من هر کدوم خودشون رو حلق آویز کنن. تو میبینی در کلاب هاوس داره ارث پدرش رو میخواد بدیم و بر صحبت میکنه، یعنی تو میبینی از نظر انگیزه یارو نه فقط شخص، حالا یکی از ممکنه خب همه آدمای ایدئولوژیک اینا اینجوری ان مسلمونن که یکی از بدترین ایدئولوژی هاست دیگه، بسیار خوب کاری نداره اونا چقدر خلن، ولی به عنوان فکت فعلا اینه. شرم جان پس شما داری میگین اینکه اندیشه و افکار و برنامه ها و آرمان ها جمع و جور نشد، کنار هم نیومد که ازش یک دیسکورس، یک گفتمان ساخته بشه در نزد ایران شهری ها در این چند دهه، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، حالا شاید 5-6 سال گذشته مقدار داره کوشش هایی میشه و وضعیت تغییر کرده، این که خب میره احتمالا نشست آینده در برایش سخن میگیم، ولی آن چیزی که میخوام من الان طرح کنم این است که خب این کاستی و یا کمکاری نزد اون 10% ایران شهری که امروز به نظر من داره یه مقدار بیشتر میشه درصدش در جامعه ایران، ولی اون 60-70% استعداد 40 خورشتی به کار برده، اونایی که میگن آقا وضع خوب باشه، حالا هر کی بود بود، حالا فرحال خیلی هم دنبال این نیستن که دارای یه برنامه اجتماعی یا یه اندیشه سیاسی باشن، اونها چطور 20 سال با این ساز اصلاحات رقصیدن؟ یعنی از 76 که نخستین دوره خاتمی برگزیده شد تا تقریبا میشه گفت تا نزدیک دوره دوم روحانی، نزدیک 2 دهه، این بازی ها خب 20 سال میدونید یه مقدار زمان طولانی است، یعنی یک ملت هوشیار با ضریب هوشی بالا قاعدتا باید تو یه دوره حد اکثر 2 دوره تو 7-8 سال میفهمیدن جریان چیست، ولی 20 سال و یدک کشیدن این چیزی که به مال گردن شده بود برای مردم ایران منو به یه نتیجه رسونده. میخوام نتیجه نظرت چیست؟ اون 60-70% که تو بازی اصلاحات خواستن که فریب بخورن و تن دادن به بازی های حکومت و خب دوره به دوره ریزششون بیشتر شد دیگه، دوره دوم انتخابات روحانی درصد کمتری شرکت کردن و انتخابات مجلس هم که اصلا تحریم خیلی خوبی شد، ولی اینا که تن دادن من فکر میکنم که برمیگرده به این ویژگی بد در نزد مردم ما، بخش بزرگی از مردم ما، که آسانترین روش رو بهترین روش میدونن، یعنی میگن خب براندازی اینا که کار خیلی سختیه، برنامه میخواد، همت میخواد، کوشش میخواد، اراده میخواد، هزینه میخواد، ما حالا که اینا دارن دروغ میگن ما میدروغ بپذیریم، یه مقداری این برام بر حرف بزنیم، یه مقداری رأی خواستم بهشون بدیم، بفرستیمشون مجلس، به قدرت برسونیمشون. حالا اینم روش خیلی ساده است، هزینه ای که نداره، هر چند وقتی به سازشون میرخصیم. این بی‌همتی برمیگرده آیا به همین گرفتاری های 1400 ساله یا یه چیزی است که جهانی است و به ما هم تزریق شده؟ اما بقیه جهان کاری نداره. ببینید هر کسی هم میشه توی پروژه خودشه. مثلا الان من خودم عرض کردم پروتستانت های اروپای شمالی و آمریکای شمالی که 500 سال کاراشون عالی انجام میدادن، اصلا یکم 450-400 سال، الان یه 30 ساله دارن وا میرن و زده به سرشون تو این 10 سال اخیر دیگه. ولی اون ربطی به ایران نداره، ایران کارهای خوش داره میکنه. اینا 450 حماقتشون هم باشون بریم، مثلا ما هم اینقدر که به خوش گذشته ما هم دیگه تو رفاه خفه شدیم، نه، هر کسی مشکلات خوش داره، تو کار خوش داره میکنه. ولی اینی که این کشور خب بار این 14 قرن رو داره میکشه و این همه این حالتهای روحیش هم اون درون هیچ شکی نیست. این قومیه که خب درست ابرقدرت بوده پیش از حمله بیابونی ها مسلمون ها بعد از اون، ولی این 200 سال این یه دوزخ عجب و غریبی رو
گذرانده که مهترانش همه رو کشتن، بچه هاشون همش تجاوز کردن، هر روز شلاق، هر روز نماز اجباری، اصلا یه وضعیت غیر قابل تحملی که هر کسی توش روان گسستگی میگیره. بعد هنوز یه نفسی بعدش نکشیده، تو کوششون تو رفرم این دستگاهی که براشون کریه بود، از بالا تا پایین کریه بود، تمام این دینه، این کتابش، آدماش، قیافهاش، حدیثاش، ولی داشتن به زور که رفرمش میکردن زمان آل بوی و اینا، که بعد ترک ها یعنی نیاکان خود من از راه رسیدن و در زمان سلجوقیه زدن همه چی رو دیگه در به داغون کردن، یعنی هر آن چی رو که بود کشتن، کوفتن، دانش رو سوزوندن. و بعد حالا مغول دیگه فقط نابودی فیزیکی بود، ولی خب اونم کار کرده بیگمان، گسلاننده رو روحشون داشته. این تفلی ها خب اونجا هرچی سرمایه روحی داشتن سوخت و خودش به سرمایه فرهنگیشون بوده هنوز، که اصلا این کشور نامش مونده، زبانش مونده، ایدهش مونده، ایده که این ایده همین ایران یا ایران شهری چون یه بنیاد فلسفی داشته رو مسئله پیشرفت و کار و کوشش و اینا که یه یونیورسال بوده، جهان روا بوده و مونده. ولی آدماش به شدت آسیب دیدن و اونها هم نمیشه ازشون، من از اون انتظار نمیشه یا از این حرفا. این واقعیتی که ما داریم. کسایی که من ازشون خیلی شاکیم بخش روشن‌اندیش جامعه هستن، یعنی حالا اون 20% جانیا و بیابونیا و اون طفلیا که اصلا خیلی وقت اصلا عمامه سیاه هم سرش میذاره، یعنی یارو میگه اصلا مثلا نسل اندر نسل اصلا از مهاجبین بیابون اصلا موندم، اصلا یارو میگه اصلا از اون خود اونا، اون که اصلا بیچاره اصلا تیمارستان لازم داره. ولی این 70% شلا چلو خورشتی ها یا هرچی، اینا اونایی هستن که خیلی تو تاریخ آسیب دیدن و سر نخو ندارن، اینا فقط کوشش میکنن یه جوری با باد برن و غرق نشن. تو اون 10% که کوشش کردن تو این 100 سالی کاری بکنن، من از بخش روشنتر اونا خیلی گله دارم. ببین نمونه میشه براش آوردن، بعد از مثلا این انقلاب در خارج از کشورش، حالا آدم به رسانه ها آدم نگاه کنه، مثلا مهتران قوم که هستند در مورد آسمان، ریسمان، در مورد همه چی صحبت میکنن به جز دلایل بنیادی فرایند تکاملی تاریخی کشور، همش در مورد سیاست روز، نمیدونم این کشور، نمیدونم به اون، نمیدونم یه خورده توطئه کرد اون یکی، به این که خورده فشار آورد، نمیدونم اون تحریم چی شد، این چی شد، یعنی اصلا وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. این کشور پس از انقلاب مشروطه و بعد آزمایش دو تا پهلوی و این واکنشی که بخش مسلمون نشون داد که همه چی رو نابود کنه، مثل همون زمان غزالی و برگرد سر صدر اسلام، این بعد از انقلاب سزا، اگه روشن فکراش روشن فکر بودن، مهترانش واقعا مهتر بودن، سزاوار یک بررسی های ژرف و انقلابی بیرون از کشور بود، از سوی همه، نه مثلا سه نفر و نصفی، مثلا کسایی مثل شجاعالدین شفا، نمیدونم آقای انصاری، مسعود انصاری، خب اینو آنالیز میکردم، بسیار خب 2 نفر از 200 نفر که نشد که، اینا باید نشون میدادن که همه آگاهن به این مسئله که این الان یک واکاوی، یک آنالیز ژرف و همگانی نیاز داره. اینا اول باید 10-15 سال پس از انقلاب باید همش میکافتن و از این کاوش تا موقعی که هنوز جوان و سرزنده هم بودن یک جنبش بزرگ ملی برای بازپسگیری پدید میمد. منظورم درشت گفتن به اسلام و اینا نیست، بلکه فقط کافتن این که چی شده. اینا این کار رو نکردن، رفتن دنبال آسمان ریسمون. اونایی که مال جبهه ملی بودن که اون بیچاره برقش نده تا امروز هم ولی نکردن، حالا 80 90 سالی که همشتن میگه که آره این کشور چی بود، تحفه بود، عالی بود، فقط 28 مرداد نذاشته که ما 100 بار آنالیز کردیم میشد دموکراسی پاکستانی. اصلا عقلشون اصلا دو جو کار نمیکنه که پتانسیل دهن کشور رو نگاه کنن که تو بگذاریم. اونا تو اون بخشن، اینم چپی های 20 سال خواستن تا اصلا الفبای زندگی دستشون بیاد. اول باید شوروی از بین میرفت، قبلش باید آقای لاجورد اینا رو تو زندان شکنجه میکرد، تجاوز جنسی میکرد، تا دو تا چهار تا اصلا بفهمن چه خبره. تازه از اونم برخی تازه به جمهوری اسلامی پیوستن، مثلا خواسته ایش زیاد بگیرن، برخی رفتن دنبال کاسبیشون. مال اون بخشی که بخش ملی کلاسیک بود، اون که قبل از انقلاب که به حمد الله اصلا
کانسپتی نداشت، فقط میگفتش که ما یه اعلیحضرت داریم، اون داره کشور میسازه، هرچی اعلیحضرت میگه دیگه همونه. از خودش میپرسید آقا گفتمان خودت چیه، فقط با چشای زلزله برخورد میکردی، که حالا ما تو نشست پایانی داره همه آنالیز خواهیم کرد که دلال مشکلات ساواکونه همون بود، دستگاه درونی کشور همون بود، آموزش پرورش کسی گفتمان اصلا نداشت. خب اینی که یعنی اینا این 40 سالو واقعا سوزوندن، در صورتی که اگه بخش ایرانیش مسئولیت حس می کرد، اینا در کوتاه‌تر مدت به کاوش سراسری و ژرف می پرداختن پس از انقلاب، که اوکی اون از انقلاب مشروطه، این دوتا پهلوی، الان این روانی های از بیابان آمده، خب بیلان بکشیم و یه بار متوجه بشیم که این ریشه های این دشواری چه عمقی داشتن، چی کارش باید کرد. 20 سال 25 سال رو به بتالت گذروندن واقعا، خودشون افتخار میکنن میگن داشتیم افشاگری میکردیم. عزیز من که 2 سال میخواد که اون 20 سال نشانه حماقت و در حقیقت آشفتگی روانه. شهرام جان الان که پیر شدن، بله بفهمید، میخواستم در تایید سخن اینم بیافزایم، شمار کانال های فارسی زبان، چه پر بیننده ها چه کم بیننده ها، برنامه هایی که به صورت لایف در کلاب هاوس یا اینستاگرام انجام میشه، برنامه هایی که روی یوتیوب میاد، تلویزیون های اینترنتی میاد، مطالبی که نوشته میشه، یک حجم خدا میدونه چند مگابایت حجم تولید میشه در ماه، در هفته، از مطالبی که اینجا اونجا گفته میشه در پیوند با ایران. و یه همچین حجمی وقتی بیرون میاد، شما تصورتون اینه، چشمداشتون اینه، 5% مطالب بنیادی باشه که وقتی گوش کردی تا پایان بگه آها این داشت به اینجا اشاره میکرد، من تا حالا به این نکته دقت نکرده بودم. همچنان که گفتی گزارش رخداد هاست و ننه من غریبم بازی و یه مقدارم عرض کنم خدمتون برای شیرین شدن جو این تیپ گفتگوها و برنامه آوردن یه نفری که ممکنه مخالف باشه با اون کسی که داره سخنی میگه، و بعد به جای اینکه این بحث به جایی برسه و نتیجه داشته باشه، شما یه توپخانه رو میبینید که از 2 سو داره کار میکنه، و شما اگه یکی از این گفتگوها رو ببینید که مثلا یکی هوادار حکومتی، یکی مخالف حکومته، حالا درست‌تر بخوام بگم یکی مخالف حکومته، یکی مالکش حکومته، به ویژه اینکه خارج از کشور مستقرن، انگار تمام 400 تا برنامه رو در طول سال دیدی، 700 تا برنامه رو در طول سال دیدی. آفرین. خیلی این انبان خالیه، این خورجین بسیار خالیه. حالا رسانه ها میخوان برنامه هاشون رو پر کنن، هی از این دست برنامه میذارن به هر مناسبتی، دو تا ترقه ترکیده میشه در فلان جا، یه جایی منفجر میشه، یکی رو میارن اونجا، افغانستان اتفاق میفته یکی دیگر رو میارن، نمیدونم رهبر جمهوری اسلامی یه چیزی میگه یکی دیگر میارن، و بعد این وسط میبینیم ما مردم ایران تبدیل میشن به مصرف کننده، ولی نه مصرف کننده اندیشه و برهان و استدلال و نکات مثبت، بلکه مصرف کننده ای که داره ساعتها زمانش به هدر میره و هنوز به صورت به گونه همگرا بهش یک رهسویی داده نشده که اونو ببره به یه کانونی و اون کانون بتونه قدرت بگیره و این پرتوهای خورشید رو این کانون بیان و این تبدیل بشه به یک منبع بازتاب که میتواند انرژی زیادی از خودش بیرون بده. این گرفتاری اصلی است. بله. اون شرم جا 2-3 دقیقه دیگه هم فرصت داریم اگر بخوای چیزی بیافزایی. پایانش فقط میشه بگم که جنبه بزرگترین کاستی که نابخشودنی تو این 40 سال اخیر به ویژه تو 25 سال گذشته از سوی روشنندیشان قوم بوده، که تو گفتی در مورد یه قول دو قول یه قول دو قول یه قول دو قول صحبت میکنن، حتی اوناشون که کاملا منتقدن فقط یه قول دو قول، ولی سراغ مسائل واکاوی بنیادی نمیرن. من اگه یه خورده حالتای این قدما رو میداشتم تو گفتار، میگفتم که امیدوارم سرنوشت نبخشدشون. یعنی اینکه همه بار مسئولیت گردن اونا بود، چون از اون 70% که نمیشد انتظار داشت، اون 20% هم که با امام سیام میگه من اصلا از نژاد مهاجمین هستم، عشق هم کشتن ایرانی هست. از اینایی که فرصت هستن و آزادی رو داشتن و باید این کافت و کاو میکردن،
از اونا این چشم داشت رو میبایست داشت و کارشون رو انجام ندادن. امیدوارم سرنوشت بهشون نبخشه و به بدترین پیامد دچار بشن برای اینکه وظیفهشون رو انجام ندادن. این تو نگاه آلمانی ما که من از اون مسئله وظیفه انجام وظیفه مهمترین مسئله زندگیه و این نامرد و انجام نده چلو کبابی و بیخاصیتی بودنه که رو پرت و پلا گفتن براش راحت داره تا اینکه بخواد مسئله اساسی بگه. امیدوارم سرنوشت به بدترین وجه پاسخشون رو بده، چون هر اتفاق بدی برای کشور اگر بیفته، اگر نشده دیگه این گفتمان رو برکشید و به موقع کار راست کرد، گناه اونا بوده. کاملا درست. بسیار خوب شهرآب گرامی و همیهنان ارجمند، ما یه برنامه دیگر خواهیم داشت که به این ور قضیه بپردازیم که مون و شاید اون برنامه پایانی این سلسله جستارها باشه و بعد میریم سراغ جستارهای دیگری که از نظر اهمیت شاید حتی الان بهشون نیاز بیشتر هم باشه. جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی معمولا در پایان هر سال میلادی به فاصله یه ماه از پایان سال، یعنی تا آخر ژانویه، یک بیلان مالی میده از کمک‌هایی دریافت کرده و هزینه‌هایی که کرده و این بیلان مالی رو در حقیقت تارنمای فارسی خودش میگذاره، iranianrenaissance.com. اونجا همیهنانی که میخوان کمک بکنن میتوانند برون و تو بخش دهشمندی کلیک کنن و با کردیت کارت و یا با پیپل کمک به صورت یک بار یا اینکه اونجا تنظیم کنن ماهیانه پرداخت کنن. به ویژه امسال 2022 که پروژه های خیلی خوبی هم داریم و تا پایان سال یکی دوتا کار به درد بخور اساسی به هر حال کلی پیشرفت خواهد کرد و با شما حتما در میون خواهیم گذاشت که چه کارهایی داریم میکنیم. از همیهنانی که در سال گذشته 2021 و سال پیش از اون یاری کردن، کمک مالی کردن که جنبش بتونه اهدافش رو جلو ببره، بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که 2022 همیهنان بیشتری هم به این جرگه بپیوندن. پس از آخر ژانویه یعنی اوایل فوریه میتوانید در تارنمای ما فهرست دوستانی رو که کمک کردند رو ببینید، مگر اینکه خودشون خواستن نامشون عنوان نشه که اونجا دیگه نامشون نیامده. سپاس از همه دوستان برای توجهشون. سپاس شهرام جان برای برنامه و به امید دیدار تا برنامه بعدی. بدرود.